یک روز پس از حمله مهاجمان مسلح انتحاری بر فرماندهی پلیس بغلان، مقام‌های محلی در این ولایت می‌گویند که بیشتر قربانیان نظامی این رویداد افسران پلیس بودند. متاسفانه 13 نفر ایموگ زړهور سرتیری او افسران شهیدان شویدی. نبرد میان نیروهای دولتی و مهاجمان پس از چاشتی یکشنبه آغاز شد و تا پایان همان روز به درازا کشید. نیروهای دولتی میگویند که مهاجمان از بر انجام حمله انتحاری نخست در این رویداد از یک موتر نظامی کار گرفتند. توسط یک واسطه هموی ابتدا از قسمت دیوار شمالی قماندانی امنیه یک عمل انتحاری و انفجار اجرا کردند. این پارچه های برجامانده از همان موتر آنویست که کودکان آنها را گردآوری کردند تا بفروشند. در میان قربانیان این رویداد غیر نظامیان نیز بودند، چنان که ریاست صحت عامه بغلان از زخم برداشتن 14 زن و 4 کودک در این حمله خبر میدهد. خدا بترسین، از رسول بترسین، از شب رمضان بترسین. چرا تو میکنین؟ اگر همگی مرد چی افغانستان به شما میمانه؟ چرا تو میکنین؟ این قدر ضعیف بوده، این پولیس های قدر دولت ضعیف بوده که از پیش از اومده در بین خانه های مردم کیجا زندگی میکنه، کل مردم غریبی بیچاره ایجا خود انتحار میکنه. این عضو پلیس بغلان که از زمان نخست این رویداد را گواه بوده است، اکنون یکی از بستگانش را که در این حمله زخم برداشته بود به کابل آورده است. وای که میخواهد کیستیش پنهان بماند، میگوید که بیشتر کارمندان لشکری و کشوری فرماندهی پلیس بغلان در تیراندازی‌های مهاجمان جان باختند و یا زخم برداشتند. بیشترش خود کشف، بیشترش زخمی در فرار عمر می‌خورد. دیگر بعضشان در مصاحه داخل اتاقش گیر ماندند، شهید شدند. بر بنیاد گزارش ها این حمله طالبان انگامی انجام شد که افسران پلیس برای گرفتن تنخواهشان به فرماندهی پلیس بغلان آمده بودند.